وام زوجهای تهرانی برای خرید مسکن به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. امروز خبر رسیده که شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن رو تصویب کرده. اما خبرهای امروز از بورس تهران پس از هفته ها و روزها خبر خوبی نبوده و کاهش شاخص داشتیم. امروز شاخص کل بورس امروز با 1170 واحد کاهش روبرو شده. علت این کاهش ارزش سهام فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بوده که هر دو به دنبال تحریم صادرات فولاد ایران صورت گرفته و ارزش دلار و یورو امروز در بازار تهران به این صورت بوده که هر دلار 13250 تومان و هر یورو 14550 تومان خرید و فروش میشده. مدت هاست که در بازار ارز این موضوع زمزمه میشه، پچ پچ میشه که نرخ ارز رو بانک مرکزی کنترل میکنه و نمیگذاره که قیمت ها افزایش پیدا بکنه. اما امروز آقای دکتر عبدالناصر همتی این موضوع رو تکذیب کرده و گفته که اینکه صرافی ها با بانک مرکزی در ارتباط باشند و بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا نرخ ارز را به زور کاهش دهند صحت ندارد و ما دخالتی در این زمینه نداریم. اما نرخ طلا امروز به این صورت بوده که هر سکه 4,570,000 تومان خرید و فروش می شده. به گزارش دیجی گولد هم هر اونس طلا به مرز 1,500 دلار رسیده و امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1,499.55 درصد خرید و فروش می شده و قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم 467,700 تومان و هر دیجی گولد طلای 18 عیار هم 4,676 تومان قیمت گرفته بوده. اما در مورد اینترنت و تلفن همراه که بسیاری از کسب و کارها امروز با اینها صورت میگیره، خبرگزاری ها خبر بدی دادن. خبرگزاری ها به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات خبر دادن که دسترسی به اینترنت تلفن های همراه در چند استان کشور قطع شده. همین خبرگزاری ها گزارش از قطع ترافیک بین الملل خطوط تلفن های همراه در چند استان به دستور مراجع امنیتی خبر دادند. قطع اینترنت در کسب و کارهای اینترنتی تأثیر بالایی داره. یکی از کارهای اینترنتی در مورد اسنپ هست که داره در تهران کار میکنه. امروز خبر رسیده که تاکسی هوایی یا ایر تاکسی ها هم در ایران داره فعال میشه و اسنپ به زودی ایر تاکسی رو راه میندازه با استفاده از هواپیماهای 2 تا 9 نفره. چندی پیش ما گزارش داده بودیم که این هواپیماها وارد کشور شده و حتی تولید شده، هواپیماهای کوچک مسافری. با راه اندازی این هواپیماها یا این خط مسافری اسنپ خیلی از کارها برای تجار و بازرگانان برای آمد و شد در استانها آسان تر میشه. اما در مورد کشته شدگان که خبرگزاری رویتر گزارش داده بود همچنان صحبت هست. آقای علی ربیعی امروز گفته که در این مورد گفته باید به سرعت آمار مربوط به حوادث آبان رو اعلام بکنیم. ایشون گفته که این آمار کشته شدگان توسط رسانه‌های خارجی غلوآمیز هست. امیدواریم که هرچه زودتر اعلام بکنن که این آمار غلوآمیز را ما نشنویم. بسیار آمارهای نگران کننده است. اما اعضای خانواده پویا بختیاری که دیروز گزارش داده بودیم بازداشت شده بودند، قبلا اعلام کرده بودند که این خانواده از همگان دعوت کرده بودند که روز 5 دی یعنی فردا در آرامستان سکینه در کرج
در مراسم 40 پویا بختیاری شرکت بکنند. امروز هم خبر رسیده که عفو بین الملل، سازمان عفو بین الملل بیانیه‌ای داده، پیامی داده و با انتشار در واقع پیامی از مقامات حاکم در ایران خواسته که فوری و بدون قید و شرط پدر و مادر پویا بختیاری رو آزاد بکنن. این سازمان گفته است که غیر قابل باور است که مقامات ایران پدر و مادری داغدار را بازداشت کنند. آمریکا هم واکنش نشون داده و بازداشت خانواده پویا بختیاری رو قویاً تقبیح کرده. مایک پومپو دیروز در یک توییت نوشته که ایالات متحده آمریکا قویاً بازداشت والدین بختیاری را تقبیح می‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. ایشون گفته که اکنون نوبت جامعه بین‌المللی است تا همراه هم در کنار مردم ایران بایستند و رژیم جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند. اما عضو شورای شهر بروجرد محمد پرهام هم بازداشت شده به اتهامات مختلف. آقای دکتر مصطفی تاج‌زاده در کانال خودش نوشته که محمد پرهام عضو شورای اسلامی شهر بروجرد به دلیل بازنشر پست زیر، یکی از پست هایی که خود این کانال منتشر کرده بود، از صفحه اینستاگرام من یعنی آقای تاج‌زاده بازداشت شده. دلیلش بازنشر یک پست از اینستاگرام آقای مصطفی تاج‌زاده بوده. اما در میان بازداشتی ها باید اشاره بکنیم به ادامه بازداشت سهاب مرتضایی، دبیر سابق شورای مرکزی انجمن صنفی، که به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه 500 میلیون تومانی در زندان هست. اما در موارد دیگر باید اشاره بکنیم به اظهارات یک ژنرال دیگر اسرائیلی، ژنرال آویف کوخاوی، برای چندمین بار رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل، برای چندمین بار از احتمال وقوع درگیری محدود یا درگیری نظامی با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. ایشون گفتن که تهدیدات و تجاوزهای ایران علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل افزایش یافته و ایشون گفته ما به این تجاوزها پاسخ میدهیم و به پاسخهای خود ادامه خواهیم داد. ایشون اضافه کرده که مقابله نظامی با ایران بعید نیست.